با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این 16 روز از سومین ماه در 15 سال سومین هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری می‌رسانند. باز هم دوشنبه آمد، آرزو می‌کنم که هفته‌ای سرشار از شادی و شادکامی پیش رو داشته باشید و دوشنبه ها همیشه ما یه قدری با تأخیریم به خاطر اینکه وقتی میایم دستگاهمون رو آپدیت کنیم میگم چرا دوشنبه رو دوست نداره، یه خیلی ما رو معطل میکنه. مضافاً به اینکه این اختلاف ساعت، یعنی اینکه تغییر ساعت در آمریکا و اروپا و ضعفایی که همواره از جانب من هست شخصی نتونستم که این رو به موقع انجام بدم. با آقای نصیبی که صحبت کردم، آقای نصیبی من گفت آقا هنوز یک ساعت وقت داریم، گفتم آقا من شرمنده یادم رفت به شما بگم که آمریکا ساعتش رو هفته گذشته تغییر داد و ما از هفته پیش تا کنون یک ساعت فاصله اون کم شده با اروپا. اروپا آخر ماه مارس این کار رو انجام میده، آمریکا و کانادا زودتر این کار رو انجام میدن، دلالش رو نمیدونم ولی این اتفاق وجود داره. میدونم که شما بیش از من منتظری که ادامه تاریخچه سینمای جمهوری اسلامی رو از زبان یک کارشناس، کسی که عمر و زندگیش رو در سینمای ایران صرف کرده، راستی میگویم باورم رو به عرضت میرسونم و اونی که بصیر نصیبی یکی از مؤثرین تحول سینمای ایران است. او که به راستی به تنهایی ولی حاکم ادب میگوید که به همراه دوستانش سینکلوب ایران و سینمای آزاد رو در ایران پایه‌گذاری کردن و این فرصت رو دادن به آدما که بتونن با اون موقعی که ویدیو نبود بلکه همین فیلمای سوپر 8 بود دیگه، با فیلم سوپر 8 در حقیقت بتونن کار سینما یعنی 35 و 16 رو جلو ببرن و اون یه تحول بزرگ بود و از درون اون در حقیقت شخصیت‌های زیادی بروز کردن که امروز هم همچنان در سینما ایران فعال هستن. مسائل جنبی سینکلوب ایران یا سینمای آزاد ایران میشه از ایجاد مدرسه رادیو تلویزیون نام برد که به کوشش همین بچه‌هایی که تو سینکلوب فعالیت میکردن و شخصیت‌های مثل فرخ غفاری و اینها نام برد و اونها هم این کار کردن، شکرالله منظور و کسان دیگری که در مدرسه رادیو تلویزیون رو وجود دادن و در کنار اون در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان باز هم همین بچه های سینمای آزاد بودن که اون بخش رو در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان هم پیش بردن و من واقعا باورم بر این استش که بصیر نصیبی جزو در حقیقت اسطوره های سینمای نوین ایران است. اجازه بده که با این مقدمه بریم و ادامه صحبت های آقای نصیبی رو بشنویم در مورد تاریخچه سینما ایران. آقای نصیبی من به شما درود میسپارم. من به شما و شنوندگانتون و بینندگانتون سلام میکنم و براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو میکنم. یکی تذکر کوچیک رو من در ارتباط با الطافی که نسبت به ما و گروه ما داشتید بدم. یکی این که سینمای آزاد، دقیقاً کلوپ سینمای آزاد یکی از بخش های سینما آزاد، یعنی سینما آزاد یک ورکشاپ، یک مرکز فیلمسازی بود که یکی از کارهایی که برای اشاعه کار خودش، برای اشاعه فیلم سازیش ایجاد کرد همون سینکلوب سینمای آزاد بود و دیگری که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دقیقا بچه هایی بودن که در سنینی پایین تر از بچه های سینما آزاد که اونها در اون کلاس ها و کارگاه ها کار میکردن. ما برنامه های مشترکی داشتیم، اونها در فستیوال های ما شرکت میکردن، در فستیوال ای بی یو هر دو هم اونها شرکت میکردن هم ما، ولی اون شیوه کارشون برای بچه های
کانون بود و برای بچه های کتاب خود های کارون بود با ما تفاوت داشت. بعد از این یادآوری خیلی کوتاه من این بحث رو شروع میکنم. این بار قرار بود ما صحبت بکنیم درباره بازگشت به جمهوری اسلامی. میدونیم که این بازگشت این مسائل فقط وقتی شروع شد بیشتر مربوط میشه به همون دوره خاتمی. قبل از خاتمی که همه در حقیقت مخالفان کل نظام جمهوری اسلامی بودن و اصلا مسئله به نام بازگشت مطرح نبود. اختلافاتی بود، اختلافات این بود که یه گروه با گروه دیگه داشت نمیدونم بر سر مفهوم انقلابی که میگفت انقلاب بود، یکی میگفت کودتا بود، یکی میگفت نمیدونم و به اصطلاح یک امریکا کار میکرد و هیچ کسی دقیقاً جدا اینجا از مخالفین و معترضین جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. ولی بعد زمان خاتمی با همون شگردی که اینها زدن و خود جمهوری اسلامی زد و با همکاری هم اتحادیه اروپا و این کشور اروپایی بود که به طور خیلی واضح بعدن اول به طور خیلی ضمنی شرایطی فراهم آورد که به صدا پناهندگان برگردن به جمهوری اسلام. سه نوع برگشت داشتیم. یا برگشت اونهایی بود که می رفتن، یک بخشی بودن که دیدارهای خانوادگی می کردن، نمی‌تونن بهشون تنگ شده بود، تا حالا راه نبود، بعد می رفتن و خانواده رو می دیدن و می آمدن. یه ده از هنرمندان بودن که این شکل نبود، یه شکل دیگه بود. اینا فکر می کردن که در حقیقت می رن اونجا و دیگه راه باز شد و استقبال میشه ازشون و هم میرن و میان و بازدید میکنن و پرشت قرمه سبزی با سبزی تازه میخورن و علاوه بعد این دقیقت میبینن اوزارم اونجا سبر سنگین میکنن و اینم یک بخش بود. بخش دیگه از ایرونیان بودن که اینا سرمایه دار بودن، نمیدونم کافه دار بودن، کارایی داشتن که اینا را دستون گرفته بودن، امید داشتن که اون امکاناتشون و خونهشون اینا رو برگردونن و بهشون دیان برگردوندن، بعد راه معامله رو باز کنن و رفت آمد در حقیقت بشه و تبدیل بشن به دوزیستی، یعنی هم اینجا منافعشون داشته باشن و حقوقشون رو بگیرن اینا، هم در داخل. هنرمندان ما بیشتر من فکر نمی کنم کسی از اینهایی که برگشت، این انگیزش فقط این بود که خب طبیعی بود میرم ببینه، ولی میدید یا لااقل، ولی نه، انگیزه های دیگه‌ای در این برگشت بود. ما در این قسمت در دفعات قبل هم توضیح دادیم که ما اینجا با کسی دشمنی ویژه‌ای نداریم. ما کسانی که برگشتن اینا از طریق هنرمندان، من به اصطلاح به همه برگشت‌های امور سیاسی و کسایی کار سیاسی می‌گردن برگشتن، یا حتی کسایی که صرفاً کار تئاتر می‌گردن برگشتن، خب اینا رو می‌دونم، یه اطلاع دارم، برای خودم رو در محدوده حرفی خودم محدود میکنم، برای اینکه فاکتشو دارم، برای اینکه دلایلشو دارم، برای اینکه خودم شاهد بودم و هیچگاه نمیخوام حرفی بزنم، چیزی بگم که یک اتهام محسوب بشه. من درباره کسایی که برمیگردن بعضیا شایعه های هست که چرا برگشتن، چجوری برگشتن، نه هیچ کدوم رو هم من این شایعات رو هم وارد این بحث نمی کنم. من مسائلی میگم که محرز خودم در جریانش بودم، خودشون تو مصاحبه ها گفتن و مسائلی شناخته شده است که خودم در جریان بودم. یه کسی هم اگر مثلا شنیدیم که میخواسته بره ولی بعدا نرفته، قاطع یک سندی من ندارم، اونا رو هم من حذف میکنم، یا اونایی هم که رفتن بخشی از کارایش که بهش درباره شون
زدن، گفتن که به این دلیل رفت این کار رو کرد اون کار رو کرد، اونها رو هم من وارد این بحث نمی کنم چون یک بحثی. و حتی اون کسانی که درباره اشون میگم درباره من چه نظری دارن رو هم من وارد نمی کنم، چه مثبت برای من باشن، چه به من اتهام زده باشن، چه برام پرونده سازی کرده باشن، هیچ کدوم اینا رو من حق ندارم وارد یک کار تحقیقی بکنم. و با همه احوال نمیگم، ممکنه چیزی رو اشتباه بگم، تاریخ اشتباه بگم، نقصی در این پژوهشم باشه، که در اون صورت هم که روار تلویزیون شما اینه که در هر اختیار هر معترضی این میکروفونتون به طور آزاد قرار میگیره و میتونن جواب منو بدن. بنابراین ما با این نوع مسائلی که توضیح دادیم این بخش رو شروع میکنیم. علتی که جمهوری اسلامی هنرمندان رو برگردون برای یه عده‌ای این خیلی روشن نیست، فکر میکنن مثلا به برفض به من اینا احتیاج دارن که مثلا دوباره من بگم بیا سینما آزاد رو روبرا کن، گیرم اون وقت گفتن، ولی فکر میکنم اون وقت هم که به من گفتن حسابگرانه بودن، یا مثلا به بازیگره بگن تو بیا بازی بکن، یعنی براش امکان برام بیارن کارش گسترش بده کن، نه اینا به اندازه کفایت خودشون بیش از نیازشون بازیگر، کارگردان، تکنسین، فیلمبردار، صدابردار، نمیدونم مأمور صحنه، تهیه کننده، همه اینها رو بیش از نیاز هم دارن، به جایزی هم که ما بگیریم احتیاج ندارن. نظامی که بیش از 2500 تا جایزه گرفته از فستیوالا، نخل طلا داره، شیر برلین داره، نمیدونم اسکار داره، دیگه این جوایز ما را نمیخواد. انگیزه اصلی حکومت از بازگردوندن ما تنها تحقیر ما بوده، شکستن به اصطلاح اون مقاومت های کسایی که حاضر نبودن تمکین کنن، حاضر نبودن پوزش بخوان، حاضر نبودن توبه کنن، این مقاومت های اینا رو بشکنن و خود اون طرف رو داغون و خورد کنن و بعدم امکانی هم بهش ندن یا امکان محدودی بدن و نگذارن مطرح شه برای جمهوری اسلامی. کسی که میخواد مطرح کنه گیتین کریمیه، نه فلان بازیگری که از اینجا میشه میره، نه خانم شهره آقلاشرو، اینا هدفش نیست، اینها اصل خراب کردن دارن. و حوادثی هم که بعد پیش آمد نشون داد که جز این قصدی نداشتن. یکی از کسایی که به جمهوری اسلامی برگشت و زودم برگشت دوست و همکار من پرویز کیمیابی بود. کیمیابی خب کارگردان با استعدادی بود، موقعیت خوبی داشت و در فستیوال ها به اصطلاح مطرح بود، بین روشن فکران ایرون سینماروها هم اعتبار داشت. خب این به تبعید آمد و خیلی حوادث دیگه هم پیش آمد در پاریس وقتی که بود و اینها رو هم ما وارد نمی کنیم، ولی از اونجایی وارد میشیم که پرویز کیمیابی چند بار اینایی که می آمدن از ایرون رفت مترجم شد و فلان و فلان اینا، نهایت امر پرویز کیمیابی یک باره سر از فستیوال وجد نبود. اینا مقصود رو همینطور، اینا چند سال به طور آزمایشی میرفتن فجر رو میامدن و تا اینکه بعد دیگه یا مثل کیمیابی مقیم شدن
یا دوزیستی شدن همینجا و همونجا. خب پرویز کیمیایی رفت اصلا موند و دائما بهمن پرمانان همطوری اونم اینجا با اونا کار میکرد. اینه در کتاب پرویز صیاد درباره پرمانان صحبت شده، کار میکرد و ولی خب این رفت و ولی پرویز کیمیایی وقتی که رفت و موند خب فیلم هم شروع کرد، یه فیلم به نام ایران سرای من. و در همین مواقع هم دائم این تهدید میشد، دائم اذیتش میکردن، دائم تحقیرش میکردن، ولی دیگه در حقیقت این در این بساط دیگه قرار گرفته بود. خب فیلمم داد، فیلمنامه داد، تصویب کردم، فیلم شروع کرد و فیلمم تموم شد. اما بعد چی شد؟ خب پرویز کیمیایی که استعدادش از اینهایی که توی فستیوال ها آمدن جایزه گرفتن و نخهای طلا و برنز و خرسای متفاوت و شیر متفاوت گرفتن که کمتر از اینها نبود، مگر واقعیت رو بگیم از اینها با استعدادتر هم بود، تواناتر بود در فیلم سازی. ولی میبینیم که ایران سرای من است اصلا نمایش داده نمیشه، فیلم آماده است، ساخته شده، هیچ جا نیست. پرویز کیمیایی هم الان هم که میاد اروپا تو پاریس میاد و نمایش فیلم میذاره، باز میره فیلم مغلها و پیمست پلیکان میذاره، هیچ که زدش نمیسته. شما در جمهوری اسلامی رفتین، خب من نمیدونم چه شکلی رفتین، من فکر میکنم که یه هنرمند همینطور مثل آدم عادی راشو بکشه و بره. با از معذرت من یک کمی آب بخورم. بله تفاهمی شده که شما رو پذیرفتم، بهتون فیلم دادن، ساختین، آماده شده، ولی دیدیم که هیچ جایی نیست. هر چی سوال میکنیم، خب من خودم کنجکاو بودم ببینم که این پرویز کیمیایی در داخل ایران چه فیلمی چجوری شده. هیچ کس نه، خودش هم که میاد اینجا نمایش فیلم میده، هیچگاه فیلم خود این فیلمو نمیذاره اینجا. به اون نتیجه اتفاقا این نمونه خوبی، به اون نتیجه میرسیم که اگر اینها واقعا میخواستن پرویز کیمیایی هم نشون بدن که مثلا در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اون زمانش رو هم میتونه روش کنه، خب باید این فیلمشون بیدن تو فستیوالا نشون میدونن. من که نمیدونم فیلم چیه، ولی ندیده حد دارم نمیتونه به اصطلاح کمتر از همین فیلم هایی بوده که به اصطلاح داره پهن و جایزه و اونا میگیره. چون قبل از انقلاب اصلا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب هم تا قبل از یک کاستریک بیاد که جایزه نگفت، یکی از جایزه هایی که جو گرفته شده در فستیوال برلیناله، یکیش مال فیلم شهید سالس در قربت بوده، یکم همین فیلم کیمیایی. حالا کسی که در طاغوت نخل خرس نقره گرفته، در جمهوری اسلامی انقلابی که باید خرس فوق طلا بگیره. اینا به همین دلیل به اینها احتیاجی ندارن و با این قصد به اینها راه میدن. یکی دیگه از اینها فرخ مجیدی بود. فرخ مجیدی فیلم بردار بود، فیلم هم میساخت، فیلم ساخت به نام رها که شهره آقلاشون هم پیش بازی میکرد و یه فیلم به اصطلاح جمهوری اسلامی ضد انقلاب بود و درباره حجاب و کشتارهای جمهوری اسلامی بود. بعد دیدیم که فرخ مجیدی هم رفت و شد فیلم بردار فرزند صبح. حالا ما نفهمیدیم دیگه چی کار میکنه.
و جدی. اصلا توی فرزند صبح مال فیلم افخمی که اصلا اکران درستی نداشت و اصلا یک بار نشون دادن و متوقفش کردن، ولی اونجا آیا فیلم بردارش فرخ مجیدی بود دیگه، هیچ کاری از فرخ مجیدی هم نمیبینیم. این هم یه مورد دیگه. پس فرخ مجیدی که بازگشت به جمهوری اسلامی و کار فیلم بردار بود، اینجا وضعیتش بد نبود، فیلم برداری میکرد و فیلم فرهاش هم با شهره آقدار ساخت فیلم بدی نبود. ایشون هم باز هیچ خبری از سابقهش نیست. یکی از برگشت دیگر کسانی که برگشت سعید راد بود. سعید راد خب آمد و اینجا درباره بدبختی و اینجا و پیسپا فروشی و موقعیت بدش و انقدر صحبت کرد، انقدر به اصطلاح از تبعید و روزهای تبعید و نمیدونم اعتیاد اینجا اینا بد گفت. ولی در این 20 سالی که در داخل ایرانه، دو تا فیلم به اصطلاح بازی کرده که هر دوش هم مربوط به حاتمی کیا و اینا و حزب اللهی و برای جنگ و این مسائل بوده. خب این آیا این سعید راد بازیگر به اصطلاح حرفه‌ای که خب بعد از فیروز وثوقی مثلا در راه سوپرستاری قدم برمی داشت، این هم هیچ سرنوشتی بهتری پیدا نمی کنه. بعد می بینیم که شهره آقداشلو که خب فیلمسا یک بازیگر تبعیدی و تو جلسات تبعید وجود داره و تو برنامه تبعیدی هست، یه مصاحبه با بی بی سی میکنه و تو اون مصاحبه میگه من میخوام برگردم برم به جمهوری اسلامی و کار و میخوام بازی کنم، حجابم مهم نیست، سنته، و تو فیلم مهجویی بازی کنم و فیلم عباس دیارستمی میخوام بازی کنم و هر شرایطی هم بذارن میپذیرم. ولی اینا زیر بار نمیرن، هرچی از طریق بی بی سی دیگه این مصاحبه هاش هست و گفتگوه هاش هست، چیزی نیست که بشه منکر بشه یا اینکه من تحریفش بخودم، نه، هرچی فعالیت کرد و کوشش کرد دل نظام نر نشد و ایشون رو هم راه ندادن. اما جالبه که هوشنگ توزیع همسر ایشون دو دفعه هم رفت به جمهوری اسلامی و برگشت. ایشون قبلا گفته بود تا وقتی که در ایران یه حکومتی مثل مصدق نیاد من بر نمیگردم. خب چون دوره احمدی نژاد برگشت میشه گفت که هوشنگ عزیز ما این احمدی نژاد مصدقش بود دیگه و برگشت. این هم چند بار رفت و آمد، ولی دیگه بعدن دیگه الان شاید مثلا حتی بخواد بگه که نه من نمیدونم به دلایل خانوادگی رفتم، ولی به هر دلیلی آمد، دو سال آمد و هیچ کاری در جمهوری اسلامی نتونست انجام بده. یکی از کسان دیگه‌ای که به هر سوپر استار سینما ایران بود بهروز وثوقی. یک باره بهروز وثوقی هم هوس بازگشت کرد، یه مصاحبه با روزنامه انتخاب جمهوری اسلامی کرد و این بازگشت خودش رو اعلام کرد. تو این مصاحبه بهش میگه با این سوال رو روزنامه انتخاب ازش میکنه، با توجه به اینکه یک هنرمند تنها رول یک شخصیت فیلمی را بازی میکند و هیچ نوع اشکال حقوقی بر او وارد نیست و بسیاری از شخصیت های فیلم های قبل از انقلاب به ایران رفت آمد میکنند، با توجه به اینکه جشن ملی سینما نزدیک است ما شاهد حضور شما در این جشن باشیم،
فیروز بزرگی جواب میده اگر دعوت رسمی بشه بشود شاید. خب من نمیدونم اینایی که هم رفتن برگشتن مقامات جمهوری اسلامی دعوتنامه ویژه براشون فرستادن، خب رفتن. بعد یارو باز سوال میکنه که از شما هیچ دعوتی به بازگشت شده؟ وسوقی جواب میده بله، دعوت زیاد شده ولی اساسی نموده. خب رضا علامزاده که قصد داشت به جمهوری اسلامی سفر بکنه و خودشون اعلام کردن که تمام سناریوی شاملو هم داده به سفارت، ولی راش ندادن. من خیلی دوست دارم که اگر رضا این آمادگی داشته باشه درباره مسائل رضا، چون سمیم فهمی دوست من بوده، کارش محسد بوده، سازنده فیلمی به نام مثل جنایت مقدس بوده، با هم باهاش مسائلمون رو در رو مطرح کنیم اگر قبول بکنه. ولی خب اونم راه ندادن. بعد سوال شد که چرا ایشون نمیتونن بیان. اون داخل اون مقامات گفتن ایشون یه تقاضای کرده بودن اما این تقاضاشون قبول نشد و رضا هم پشت در موند. ولی جالبه که این کتاب ققنوس و جمهوری اسلامی همین کتاب رضا رو چاپ کرد. خب با توجه به این که خود رضا در دور از کتاب به نام دور از آتش که از کارهای خوب رضا هست میگه، خودش درباره سانسور میگه، سانسورگر خشونت جلاد را ندارد، اتفاقا بسیار محل معامله هست، بعضی جا اگر هم لازم باشد کوتاه میاد، نشان میدهد هدفی جز این که آفریده مشکل آفرین شما را با حد اقل حج و تعدی قابل عرض کند مأمور است و معذور، سواخدار را هم بهتر از من و شما میشناسد. خب به حال با این رضا کتاب هم در جمهوری اسلامی چاپ کرده و اون مراحل رو گذرونده، مراحل سانسور رو، با توجه به اینکه خودش ممنوع الورود بوده، من میتونی برام به حقیقت جای سوال است که امیدوارم در یه نشستی که قبول بکنه با هم دیگه ما این مسائل رو مطرح بکنیم. باز معذرت میخوام، بود من صدا. بله، یکی از خیلی معذرت میخوام، صدا امروز گرفته بچه. یکی از کسای دیگه‌ای که به جمهوری اسلامی رفت دکتر هوشنگ احلایاری بود. ایشون رو ایرانی ها میشناسن منتها فقط به خاطر فیلمی که با فرخزاد کار کرده و حتی گفته شد که دقیقت این ترور که کردند و اون قتل فجیع فرخزاد به وسیله عوامل جمهوری اسلامی بیشتر به دلیل بازی فرخزاد توی فیلمی بود که عشق من بیان که علایادی ساخت و همینطور که در کنسرتی که در موسیقی در موزیکال لندن گذاشت و بسیار واضح و بسیار بی‌پرده و تند علیه جمهوری اسلامی و خود خمینی حرف زد. خب این علایاری خب هم روان پزشک و هم فیلمساز، اصلا فیلم های علایاری چون به خیلی از مسائل به اصطلاح رابطه های جنسی رو هم در فیلماش خیلی باز مطرح میکنه، اصلا کار عادی علایاری قابل نمایش در جمهوری اسلامی کلن نیست. خب این فیلم که دیگه معلومه. اما همین علایاری یه مستندی ساخت و توش خاتمی رو گذاشت و
من با تعجب بسیار من ایشونم سر از جمهوری اسلامی در آورد و رفت و در یه به اصطلاح خیلی هم بهش بی توجهی کردن، توجهی بهش نکردن، بهش به اصطلاح اعتنایی نکردن. یه جشنواره حقیقت دارن با دانجا یه مصاحبه با چند نفر بودم، این هم نشسته بود، این یه خورده باز از اسلام و از اینها تعریف و ستایش کرد و هیچ امکانی برای کار نگرفت و برگشت. آخه اصلا هوشنگ علایاری که هیچ مشکل مالی نداشت، که یه روان پزشک بود، که یک فیلمساز بود، فیلماش در اتریشی بود فروشم میکرد، در فستیوال ها هم به همین فستیوال ماکس فوس یکی از اصلا علایاری همین فستیوال شهر ما معرفی کرد. این چه نیازی داشت، چه نیازی داشت که به جمهوری اسلامی سفر بکنه؟ بله خب اینا همشون راهی جمهوری اسلامی شدن و به تدریج ناامیدتر برگشتن. خب ولی در حقیقت این فیلمسازان واقعا خیلی درست من میدونم که بیان درایر خودشون رو واضح بگن ما به این دلیل رفتیم، به من فوش میدن که خواهم میشه میدین بازم بدین، چون ما نیاز داریم که این واقعیت ها رو بدونیم. با فحاشی به من و تاریخ رو نمیتونیم مسخ کنیم، تاریخ میمونه و این مسائل الان همه چیزش که رو نشده به تدریج همه چیز رو میاد و مشخص میشه و نقش این برگشت ها این من چه میدونم اونجا من بعد میدونم یه هنرمند یه همینجوری راشو نمیتونه بگیره مثل یه مسافر عادی به تو. اینها بایستی تخلیه اطلاعات بشن، خیلی شرایط داره و یعنی بگم برای اینکه تجربه بشه که بعد از این اگر کسانی خواستن برن این و فریب این فستیوال ها، فریب این موفقیت جمهوری اسلامی در فستیوال ها را نخورن. اینا برای شما نیست، اینا نمیذارن کسایی که در زمان شاه موقعیت داشتن. اینجا یک استثناء بود که از به اصطلاح خودشون تاقود جا گرفتن، اونم یارستنی بود که اولش بیکار بود و انقدر در حقیقت تمکین کرد، انقدر با اینا همراهی کرد، انقدر در حقیقت خود به اطمینان اینا رو جلب کرد تا تبدیل شد به کسی که اصلا راه و روش اینکه چجوری بیان با جمهوری اسلامی کار کنن، چجوری فیلم سازا برای فستیوال فیلم بسازن، چجوری فیلم بسازن که رژیم هم بهره ببره، هم در حقیقت آبروش رو بخرن. این راهنماییش با عباس کیارستمی بود. دیگه بقیه من هیچ کدوم رو ندیدم از همین برگشته ها، چه در تئاتر چه در سینما، چه بیان بازیگر که موقعیتی گرفته باشن. خب خیلی های دیگه هم بودن رفتن ولی به تئاتر بیشتر خیلی زیاد بودن در تئاتر اینا، ولی خب موقعیت ها من بیشتر مثلا روی این سینماست و این هم چند نمونه است. و خب و وقت رضا علامه‌زاده الان هست اینجا هم داره کار میکنه، ولی خب برای عده‌ای هم اصلا اهمیت نداره، ولی برای عده‌ای بعد اهمیت داره که تو بدی کتاب تو بدی اونا و مامورین سانسور اینو ارزیابی کنه. برای عده‌ای نداره، برای کسی که نداره خب ما حرفی نداریم، ولی برای جمعی که اینها هم کم نیستن
مهمه و این لطمه این حضورها که اصلا هم برای خود فیلم سازا بهره نداشته بسیار زیاد بوده. این رژیم بایستی اگر سرنگون بشه و این پرونده ها درست باز بشه وقت معلوم میشه اینا چی گفتن، چه جوری قبول شدن. پرویز کیمیابی دوست صمیمی من، داور فستیوال من، چه جوری رفت جلب کرد و کاش داشته بودن کارشو میکرد. اون هم که اتفاق نیفتاد. اگر کارشو میکردم میگم خب این رفت همین کارا رو کرد، سینما رو دوست داشت، خارج امکاناتش محدود بود، اونجا بعد از انقلاب بود باید فیلمی برتر از مغولها، فیلمی زیباتر از به اصطلاح مستند خودش و بهتر از واقع سنگی بسازه، ولی دریغ و درد که این اتفاق نیفتاد. بسیار سپاسگزارم. عرضم به حضورت که شما صدای منو دارین دیگه؟ بله بله. عرضم به حضورت که در اینجا چند تا پرسش اساسی مطرح میشه. شما در یه فرازی میگی اینا میرن اونجا برای اینکه بالاخره فکر میکنن که شاید اونجا بتونن کارشون رو انجام بدن، ولی بعد میگی که اونجا هم بهش امکان نمیده. چرا اینو منتقل نمیکنه به این وری؟ چرا دلیلش رو چرا هیچ وقت جایی بیان میکنه که چرا بهش اجازه فیلم نمیدن، شرایطش چیه، چجوریه، اینا رو چرا چجوریه قصهش؟ خب این درد ما همینه. من فکر میکنم اگر اینها بیان اینها رو بگن، همون اگر همون پرویز کیمیاوی آمده بود اینجا وقتی بهش فیلمم دادن نذاشتن کار بکنه، آمده بود اونجا تمام مسائل گفته بود، دیگه پشت سرش این هوس و بهروز وثوقی نمیکرد. خب این رو باید از اونا سوال کرد. واقعا هم خب یه شرطی حس میکنی که خسته شدی، حس میکنی که دیگه نمیتونی بکشی، فکر میکنی بیایی اینجا و بری داخل کار کنی، ولی میری داخل میبینی که هیچی نیست، به تو برای تو جایی نیست. خب بیا بگو. من اگر به داخل ایران میرفتم اصلا بعد نمیگشتم بگه، یعنی فکر میکردم اونجا میشمون با بدبختی، با خوبی، با همه تهدیدها میموندم. من اینکه مشکلی ندارم، خب مثل 75 میلیون نفر دیگه، اما میرن نمیمونن که، میرن یه کار سر هم میکنن، ناموفق هم میشن، میان هیچی نمیگن. بعد فقط اگر یکی مثل من بیاد فقط اینا رو، این چیزا رو مطرح کنه، اونم با نه فحش بده نه ناسزا بده، فقط مطرح کنه، خب با اون دشمن میشن، با اون دشمن میشن، به اون فحش میدن، برای اون پرونده میسازن. خب اصلا تمام این چیزایی که اینایی که میرن به من فحش میگن، همه اون چیزایی که میگن من هستم. آیا اونها اونچنان که مینمایانن هستن؟ مگه من مادر نداشتم که مرد نتونستم ببینمش؟ مگه برادر فیلمساز نداشتم که نتونستم ببینمش 20 سال؟ مگه مادر نداشتم که چشمش به در باز موند و در گذشت و من نتونستم ببینم؟ مگه برادر من نیاز به من داشت، مریض بود، من بایستی میرفتم و نتونستم برم، نتونستم بهش کمک کنم، اون در یه وضع بسیار وحشتناکی خاموش شد؟ خب ما هم داشتیم، ما که از زیر باطن نیومده بودیم. بله اینا بگن خوبه، بگن اصلا به نظر من شاید چیزایی رو بگن که آدم فکر کنه خب این واقعا حق داشته داره مثلا شرایطی هم بره. من چه میدونم، وقتی نمیگن خب ما تصورهای خودمون رو میگیم دیگه.
من اصلا نمیتونم بگم که خب چرا مثلا اصلا سازنده جنایت مقدس اصلا نباید که این چنین رژیم رو رسوا کرده، نباید اصلا به فکر این بیفته که میتونه به جمهوری اسلامی سفر کنه. اینو این فریب دو بم خوردادی ها رو گفتن خوردن، اگر فریب خورده باشن. و یک خب اون رقصنده هم که خب به ما مربوط نیست، اون مگه نرفت گرفتنش خردادیان، شکنجهش دادن، ممنوع خروجش کردن، با الانم برگشته، سرخورده برگشته موقعیت، اون وقتش نمیگه اونم گول خورد که رفت. آخه آقای خردادیان، تو با این چیز، با اون گرایشی که داری، با اون به اصطلاح طوری که میرخصی با اونا، خب آقا اونا قبول نمی کنن. شما گول خوردین فکر کردین که خاتمی آمده تحولی شده، اساسی شده، حالا دیگه همه میان. نه، مگه خاتمی اصلا خودش نگفت که نیاییم؟ مگه مرد وقتی میخواست به روز بسوقی هم بره، مگه اعلام نکردم که بعضی تیم سازا که نیاییم، نیاین اینجا، ما یه حکومتی ساختیم، یه مسائلی ساختیم که شما میایین اینا رو نظمشو به هم میزنین، بعد تازه به روز بسوخی برمیگرد. شو فهم میکنین در این سن سال، خب یه فیلم هم میساخت، اصلا میرفتن استقبال هم میشد، یه سپاس هم یه فجر هم میگیره. فیدرات چی شد؟ آیش گذاشتن در یک فیلم درست و اساسی بازی کنه؟ جز اینکه بایستی در فیلم های حزب‌اللهشون بازی کنن، کدوم جایزه، کدوم موقعیت؟ اون سپاس هم تازه ازش دریغ میکنن، گاهی اوقات یه گوشه چشم بهش نشون میدن. خب 20 سال سعید دراد توی داخل نتیجه اقامت این دوتا فیلم وابسته به به سرا باند و جناح مثلا اون طرف یا حزب الله یا خود حکومت و مثلا مسلمانانه. بله، صدای من قطع شده. خیر، از این که بگذرم، اتفاقا یه برنامه‌ای بود تو همین به نام هفت، اسمش هفته، برنامه هفت که طبیعتا به سینما ارجاع میکنه، یعنی به هنر هفتم، و یه آقایی که معلوم نیست که چه دانشی داره از سینما و اینا، مجری برنامه است، و دیدم که یه برنامه رو گذاشته و از علی نصیریان دعوت کرده که تو برنامه شرکت کنه. ببینی شما فضاحت کار رو اونجا میفهمی که نه پرسشگر جرأت داره که سوال بکنه و نه اونی که شرکت کرده آدمی مثل نصیریان جرأت داره که پاسخ بده. سوالا خب حال شما خوب است، اونم میگه بله، همین تموم میشه، چطور شدی سوالا اصلا سوالای بی رب، بی محتوا، بی موضوع، و پاسخ ها هم از اون بدتر. خب اینا رو من نمیدونم مردم ما، اصلا هنرمندان، آدمایی که جلوان، آوانگاردن، نمیبینن این صحنه ها رو، کورن، کرن، نمیفهمن که این آدم رو صدا کردی اونجا نشوندی. میگم نه پرسش کرده جرأت داره. من شما اونو دیدی، اون فیلم رو دیدی، اون برنامه رو دیدی یا نه؟ نه این نیدم، ولی خب این برنامه سینماییشون رو یکی چند نمونه تو فیسبوک، تو چیز آوردن یوتیوب، من چند تاشو برای نمونه، برای اینکه مسئله دستم بیاد اینا رو دیدم. خب این خب ببین شما، و این برای من تأسف آور، دردناکه. یعنی یک هنرمند ندونه که این نظام اساسش چیه، ندونه این نظام ولایت فقیهه، ندونه که اصلا سینما حرامه، ندونه اون موسیقی دان که موسیقی هنوز اجازه ساز نشون دادن نداریم، سینما موسیقی برای اینها در حقیقت یک وسیله است، تا اونجایی به اصطلاح اهمیت داره که در خدمت اون
اهداف اونها باشه و برای حفظ آبروم در فستیوال ها باشه و نه برای اینکه به اصطلاح این کاری اون بکنه. یعنی در هیچگاه این نظام دریچه خودش رو روی غیر خودی هیچ وقت باز نمی کنه. من هم که وقتی که ایران بعد از انقلاب که میخواستم از اینا خواهی بشم، به منم پیشنهاد دادن که گفتم در اون بحث اون روز اول اون که بمونم، ولی من همون وقت یه حسی به من گفت اینا تو رو نمیخوان که حتی به کار سابقت بری، این تو رو میخوان خرابت کنن، بعد که موندی مدتی بعد مصاحبه های تلویزیونی خواهی داشت و منوان یک کسی که در دوره طاغوت به اصطلاح اونا کار کردی دائم تو سرت میزنن. من این حقارت رو نپذیرفتم و این آرزو رو به دل آخون گذاشتم که من یک کلمه علی رغم میل خودم حرف بزنم. بلا فاصله پیشنهاد موندنشونو کارو رد کردم و بعد از 10 روز از جمهوری اسلامی خارج شدم. من مونده بودم عاقبت خودمون چه میدونم. من میدونم احتمال زیاد در هر کسی بمونه در اون منجلاب قرار میگیره، حل میشه. ببینین جمهوری اسلامی این بافتش مثل یک منجلابه که یک لجنزاره که توی لجنزار یک گل نمیرویه هیچ وقت. این لجنزاری است که اینها درست کردن و خودی هاشون کسایی هستن که در اون لجنزار دارن زندگی میکنن و ماها و مردم ایران برای اینها غریبن. اونا هم که داخل موندن غریبن، چشم دیدن اونها را ندارن، اونا فقط خودی ها رو میبینن و غیر خودی ها اگر بخوان یک به یه زندگی نکبت بارن در جمهوری اسلامی تن در بدن، عاقبتشون میشه چی؟ پرویز کیمیابی یا بهروز وثوقی که چرا شما این همه التماس بکنی با اینکه میدونی اینا شایعاتی در اطراف تو فراکندن، نمیدونم تو رو به ارتباط دادن به دربار، اینا همه که یه پرونده برای تو درست کردن. من نمیدونم این ارتباط بوده نبوده چی بوده، ولی من میدونم که موقعیت بهروز وثوقی موقعیتی نبود که همونطور بتونه بی سر صدا بره بیاد. خودش هم به همین دلیل هی تاکید میکنه، یعنی منتظره که مثلا خامنه ای یک نامه بنویسه. و به روز وثوقی در سمیناری که من ما و سینما آزاد در و کانون فرهنگی پیوند مشترکاً در زاربوکن گذاشتن، من دعوتش کرده بودم، حضور داشت و اون وقت موقعیت دیگری داشت، با احترام باهاش برخورد شد و بارها اعلام کرد من به جمهوری اسلامی نمیرم چون اطمینان دارم نمیگذارن من اون کاری که میخوام بکنم. و اینجا مردم برخواستن، دست دادن براش، تاییدش کردن. خب آقای بهروز وثوقی دوست عزیز من، دوستی در حقیقت من داخل با اینها هیچ کدوم دوستیه نداشتم، من فقط با بچه های سینما آزاد در ارتباط بودم بیشتر، ولی خب یک دوست برام محسوب میشد که دعوت کردم به سمینار. خب آیا این تقاضاها، این خواستنها، این چیز، این به اصطلاح واقعا نمیتونم واژه‌اش رو درست بگم، این کوتاه آمدنها بهترین واژه رو بگم، آیا باید نفعی داشت؟ آیا تونستی بری؟ خب نتونستی، پس باید برسی به این حرف، پس باید اینجا حرف داده یک شهامت میخواد که آقای بهروز وثوقی، البته وثوقی بهروز هیچ وقت به من توهینی چیزی نکرده.
حرف حق رو باید زد، هیچگاه بی احترامی تو این، حتی میدونه مطلع من خونده، ولی هیچگاه این چنین برخوردی با من نکرده. فهم بگو حرفایی تو بیاد بزن، تو که نرفتی اینجا هستی. بگو این مصاحبه رو کی کرد ترتیب داد با روزنامه انتخاب جمهوری اسلامی؟ این سوالا چی بود؟ از اونجا ازش میگفتن تو حاضری اگر نقشت بخواد مثلا چیز باشه شاه رو بکشی؟ تمثیل گونه سوال میکنن، میگه خب وقتی که نقش ایجاب کنه این کار رو میکنن. یه سوال امتحانیه. چرا باید یه کسی به حال در سینمای ما موقعیتی داشتی؟ سوپرستار اون سینما بودی به حال. و این موقعیت در همون، حتی برای همون کشور هم موقعیت کمی نبوده. این اعتبار میتونسته افزوده بشه، میتونسته گسترش پیدا کنه، ولی جلوشی چرا میگیری؟ و حالا چرا بگو اینها رو هم برای دیگران و هم برای خودت، وقتی باز بشه واقعا خودت هم از این عذاب وجدانی که داری رها میشی. این نظر منه. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که تیکه آخر که فکر میکنم باید به یک جلسه مفصل تری بهش بپردازیم، فقط مقدمتا اگر صلاح بدونی وارد بشیم کوتاه. آدمی مثل مخمل بافه، این مخمل باف در پیش از انقلاب اثری شما ازش در سینما نمیبینی، هیچ جایی نداره. چطوری ناگهانی آدمی مثل مخمل باف میتونه وارد سینما بشه و فیلم دستفروش درست کنه، فیلم عروسی خوبان درست کنه؟ این از کجا نشأت گرفت؟ چجوری شد که مخمل باف یه مرتبه مخمل باف؟ همین که تو شما گفتین، این من چون اصلا یه کتاب دارم به نام راه کن از قندهار میگذرد، کتاب دومم که یک بار حتما برای شما باید خواهم فرستاد، در اینجا من قشنگ راجع به مخمل باف اصلا صحبت کردم. در خلاصه یه حزب اللهیه خب که اصلا حتی به سینما کاری نداره. بعد به تدریج که این میاد دو حوزه هنری، حالا من نمیدونم بهش توصیه میکنن یا خودش به حال یک نوگرایش های به سینما پیدا میکنه و سینمای اسلامی رو مخمل باف اصلا ایجاد میکنه به دستور و فرمان خود خمینی. مبتدی ترین فیلم ها رو هم مثل چشمان بیسو، نمیدونم استعاصه، این مهملات وحشتناک رو هم سرهم میکنه. و بعد چون در حوزه هنری بوده و موقعیت بسیار از اصلا باند داشت، مخمل با خودش موتور سوار داشت، کسی جرأت نمیکرد به مخمل باف چیزی بگه. هر چی میساخت، هر چی اینا میخواستن بسازن، بلافاصله از خودش و زنش و بچه ها همه هم شدن نابغه توی پشت سر همفی. دان چیزی که میدونم در برنامه شما گفتم یا در برنامه دیگه بودیم گفتم یادم رفته، که این مسئله مربوط شد که اتفاق مخمل باف چرا در تبعید آمد، نبوغش خشکید، نه نبوغ خودش خشکید، نبوغ زنش هم خشکید، نبوغ بچه بزرگش، بچه کوچیکش، پسرش، همه شون نبوغاشون خشکید و جشنواره ها هیچ کاری بهشون ندارن. فقط این کارش اینه که دیگه دست به دامن اسرائیل شد و میده فیلماشو برای ایرانی های اسرائیل یا برای اسرائیلی ها نشون میده. و بعد البته مخمل باف خودش اصلا در حقیقت راه فستیوال ها که بایستی چجبونه فیلم بسازیم، یکی از کسایی که روش کار خودشو تغییر داد خب مخمل باف بود که رفت شد فیلم های روشن فکر فستیوالی ساختن و اونم آمد جز همینا شد، تا اینکه دیگه خب طبقات زیادی داشت و اونا امکاناتشون دیگه، دیگران هم آمده بودن و فقط مخمل باف نبود و دیگه کیارستمی داشتن که خب این سوابق هم نداشت، بهمن فرمارا آمده بود، این سوابق رو نداشتن و ها چون یه حزب اللهی به حال عقب مونده بود دیگه، مخمل باف نمیخواست یکی از اونها باشه، خواست همچنان نورچشمی
اول بمونه و اینا خب شرایط فراهم کردن که اونم آمد به اصطلاح شد تبعیدی. متأسفانه همینجا با ریموت کنترل با نظام کار میکنه دیگه. اول دیدیم که خودش رو نماینده کروبی و اینا کرد و موسوی کرد و رفت اتحادیه اروپا و اینا که از اینجا از اون نمایندگی هم که ردش کردن یه نماینده فرستادن و به حال اونجا نگرفت و اینجا هست و اینا جوایز و یه امکان و یه پول و اینا هم به همه اینا به یه نوعهای متفاوتی بیرسونن هستن و زندگیشون میکنن و گویا مثلا دخترم دیگه تشبه جا کرده خودش هم که دیگه اون لباس حزب اللهی در آورده پاپیون میزنه و به حال اونم باز نمونه است نشون میده که اگر شما بعدن به این نتیجه رسیدین که جمهوری اسلامی به سلام مانع رشد خلاقیتتون میشه، اگر بیاین اینجا در تبعید باشین خلاقیتتون دوباره گل میکنه، بس چی شو؟ بس چرا دیگه جایزه نمیگیرین؟ بس چرا دیگه مطرح نیستین؟ جوابش برای اینکه به فستیوالا به قهر کرده ها و به پشت کرده های جمهوری اسلامی امتیاز نمیده. بهمن قبادی هم نتونستن. اینا باید تو ایران باشن، تو بم خردادی باشن. مهم نیست که به سر خودشون اون باند باشن یا این باند. هر دو باند نظام میتونی کار بکنی تا برات امتیاز بگیرن. ولی اگر جدا شدی کلن جایزه فستیوالا میپره. فیلم آخر مگه نساخت اینجا با پول و سرمایه چی شد؟ فیلمی که با همین آقای بهروز وصولی ساخت کدوم جایزه؟ کدوم پوند؟ کدوم نمایش عمومی؟ مجبور شد بره یه ساعت بگیره مجانی بده وایس آمریکا پخشش کنه. سپاسگزارم از شما. تا دو هفته دیگر که دوباره در خدمت شما بزرگوار باشیم و موضوع تاریخچه سینما ایران در تبعید. از حضورت ممنونم آقای نصیبی. منم از شما خیلی سپاسگزارم. از شنوندگان و بینندگانتون خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که این حرفای ما و این برنامه ما به مورد پسندشون قرار گرفته باشه. شب و روزتون به خوبی و خوشی بگذره. ممنون از شما. سپاسگزارم. گفتگوید با آقای بصیر نصیبی. امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما هست اصرار لطف کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس، احیانا ایمیل لیست داری، اکانتی در بالاترین داری، وبلاگ و وبسایتی داری، اونا را در اونجا هم قرار بده. به فیسبوک ما بیاید و همه مجموعه کارهای ما در فیسبوک ما قرار میگیره، هم از مقالات که در برنامه بهش اشاره میشود و لینک های صوتی و تصویری هر دو در فیسبوک ما هست. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1. باز هم از شما ممنونم. سپاسگزارم.